به نام و یاد خداوند سلام بر شما بیننده های عزیز، به برنامه حکایت زندگی یک بار دیگر خوش آمدید. در آخرین روزهای رمضان قرار داریم. خوشا به حال کسانی که تا این لحظات احترام به رمضان و روزه‌دار داشتند و نوش جان کسانی که هم بی‌بندوباری کردن و صبر و تحمل خود را از دست دادن. راستش ما با جمع از همکارانم از اول رمضان تا این چندم رمضان کس از صبح تا خفتن مصروف کار بودیم که بر شما برنامه تهیه بکنیم. امروز هم به سلسله امو کمک ها و به سلسله شنیدن حکایت زندگی مردم بی بضاعت به یک بخش کابل آمدیم تا با این خانواده شما را آشنا بسازیم. درد دل و یا مشکلات که این خانواده دارن تمامش را با شما یک جا شریک بکنن. می خواهیم درباره زندگیتان بفهمیم. اول خواهمی را برای ما بگوین که چند اولاد داری، کیها در فامیلتان زندگی میکنن؟ من فامیل می نمیم، چهار اولادم از خودم هستم. یک بیادرکم هست، در سمیدای 16 عبدست که از طرف شو میاد نخانه برازی که تنهاستم. دیگه نمی خودم کدمی، چهار اولادم هستم، دیگه کسی نیست. خواه این دختره که تکلیف داره گفتنی؟ از دختره کم 13 سال است که 13 سی تکلیف داره دیگر. تکلیف ازی بسیار زیاد شدید است، زیاد مریض است. تکلیف روانی داره؟ روانی است، اول به این اندازه نبود. نفر هم مشناخت، گپ هم میفهمید. از روز که پدر شهید شد دیگر تشویش پدر خود زیاد میکنه. حالا هم دمی فکر است پدرشان در کجا شهید شدن، چی کاره بودن؟ پدرش در ریاست دیمزنگ سردی، اونجا دلیور بود. خب دلیور بود 10 سال. باز این وقتای اشرف غنی هم وقتایی که 3 سال پیش هم میگم بودن، 6 ماه مشتان را بند کرد، یار مادلی من روی کرد. اونجا گرایی کرد 3 ماه مان. در 3 ماه تو یک جایی بود که هیچ از جا برامادم نمیتونست که درها میگرفتنشن. دیگر باز در یک شب یا زیاد شدید مریض بودن، برای من زنگ زد که گفت اولادای خدا فرسان میکرد. اما این گب زدن از پس سر کرد مریض زدن شد، کرد مریض زدن هم یک ساده آواز ششون دیدم دیگر 3 روز گم شد. با 3 روز دیگر بسیار کل جای پالی دیم برای اون جایی که زنگ میزدیم هیچ تلفون ها رو بند نمیدن. دیگر قماندان شدم که از هر چقدر که زنگ میزدیم هیچ رخ نمیشدم. یک زن زنگ گفت رخ شد، باز قماندانشان بالا کرد گفت شهید چه در چانفر بستر روی که میشه. باز آدم اونجا دگاه آوردن. 4 سال میشه دیگه تو بیت سر پرست کرد اولادایم تو ماندیم دیگه. باز ماشای شهیدی شو نمیداد؟ آه 2 سال گرفتم ماشای شهیدی شو. اونمو بود در خانه مصرف میکردم، کرای خانه هم میدادم. دیگه نه بر خودتان معلوم از دیگه از ما که از وقتی که طالب آمده ماشایش بند شده دیگه. حالا ماشایش ها نمیتن؟ نه دیگه حالا نمیتن، پشت کارای چیزایش گشتیم دیگه واده میتن، دیگه معلوم نیست که میتن نمیتن. خب از وقتی که ماشایش بند شده شما نمیتونین بگیرین، چی میخورین؟ مصرف از کجا میکنین؟ مصرف اینه اینجا، اینی همسایه های مستقان کمک میکنه. دیگه خودم بیش از او یکان جای پاککاری میکردم، کالاشی میکردم، یکان کار میکردم. حالا سر دست خودم املا بدم هیچ کار کردم نمیتونم. دیگه این شدید مریض است، اگیرم ایلا بتم هر چیزی که گیرش دوا باشه، سفید کنده کالا باشه، هر چی باشه میخوره خودکشی میکنه. یک نفری کار داره که ایره یکی نگاه کنه. حالا بسیار شدید مریض است، زیاد لرزه داره. گیره تا بال دینه می ما دو دفعه علی آباد برده میشه. اینجا که میبرم یک کچکاری که میکنه چه باز املای از یه میمونه از داره خوب آمیشه تبس چی میگن؟ یعنی خود تا خوش کرده کسی که زیاد خواه خوش در چی که شبه بزونم تا میگن تبس اینجا سر تا بود خوش می باشه باز. آه خوش می باشه. آفرین.
نان خورده میتونه؟ نه خودم نان میتونه. تمام گپای مسئولیتش به دوشت است. کلش چیزش دیگه. تو نان شبش بیرو بردنش کلش. آرام باش آرام. استقرار من بیره چیز. این قدرم نبود. اینا نگی مریض شد باز بخیر تو بخود با یک مار ما نمیفهم. تو کسو مجده جایی بیره پس. خود دوا میگریم باش. آیله میشه هم بهش دکتر بردیم پیچکوری کردیم میشه آورده میشه. گلون درد است. این تکلیف از تو پیدا چی میگه؟ میگه نبیارم شام به تهران مانده که چی هست دادم بیمه کنش کمره را میگه؟ خب باش کمره از دختر کمه گب بزنیم دخترت نام خدا معقول هم هست اسپندش بکنی جوان شود چقدر خواستگار پیدا کنه اما مهمی است که در قصه خواستگارا نشه فقط درس بخونه اما تو رسنی؟ نه بله من یه حضورم دارم که درس بخونم آفرین حالا بگو که چی مصرفیت داری خو مکتب میخونی اتمن میرم از ده تا دونیم مکتب میرم اتوشه میرم از سه از دونیم تا چارنیم میرم مدرسه اوشه که رفتم اوشه فیس مرایدان است من میرم زور دارم ده یک مکتب شخصی برم درست بخونم به مادرم سبا روز یک آینده شخصی شخصی آفرین نامک چی هست؟ کوثر چرا نام تو مکول هست؟ کی سرت نام مانده بود خبر داری؟ پدر جان پدر جانت اما پدرت نیست پدرت یادت میه؟ نه آخرین دفعه چی وقت بود که پدرت دیدی؟ همون میشه که نایده میخورد کتش گفتیم تا هم گفت زدی؟ سه ما پیش دیده بودم شد سه ماه پیش از مرگش که رفت شما دیدیم اونم خداحافظی بود و تال ره چی بسیار زیاد می رنجانید کوثر جان؟ من رو بگم پدرم که رفته اون با یادم به یک وقت که من می خورد پدرک های ما زیاد ما درس ما می خواهیم بخوانیم درس یک جایی برستم باید شما از چی بسارین میبرید؟ من از امیران میبرم اولا دایم هر وقت که پدر خدا یاد میکنم این هشت ماه بود پدر شهید جد مالا میگه که مادر جان تو رو هر کس پدرش می از من همه میگه عمر بیا بشیم زیاد مردم ها میگه امیدوارش نگو دیگه رنج از این میبرم که بسیار زیاد مشکلات زندگی سخت است برای یک زنه که تنها باشه چهار اولاده در یک جای برسونی دیگه اینمی مشکلات زندگی زیاد سخت است اینمی هر روز که می خداوند ای سر آدم کنم این دخترم یک رنج گلانی برم است که از خاطر از اینمی هیچ چیز که برم ایتانو پای بند است نمی بینی که هیچ آرام نیست کوثر جان امروز از یه همچرگکت چطور تیر میشه؟ خوب تیر میشه با وجود که نارام است اما من فکر میکنم صد تام تیر است امروزش نه؟ دختر خوش طبیعت است آزارت نمیت از یاد میزنه ایره چرا؟ هیچ خوش نداره که میزدی که من بشی نهی خوب خوش نداره نمی دور شد و نمی برم من نمی قشنه که خودش را بشناسه خودم بشه مشکل خود حل کنه نه؟ آه کل مشکلش دگر نمی کنه چی بود؟ گپ خوبی که زده نمیتونه نه نه کلش اشاره است کلش اشاره است دکتر از این فهم پجمان بود نه چیسته تبارستان بازو گفته بود در وقتش داده میشه اما کمل کنه امکانات گپ زدن هم داره دستم دای عبده اجره برسه گپ زده میتونه حال بازی دکتره علی آباد که بردمش اونا که دید گفت مشکل از این گفت این همیست که اگه این غمش جلوگیری از عملی از این نکنی بسیار موبایل میده شده عملاش نمون بود اگر نشه گفت این دختر تا این عمله از بین میبره بسیار خطرناک عمله مرنجید سرش میگه و عمله بسیار خطرناک است اونم عمله میگه حتی کسایی را که مشناسه بسیار دوست نزدیکش هم نفرهایی را که دوست دارم اونا را باز نمشناسه ایجا
شاورد که زنده بود رابطهش چطور بود همراه شما؟ در افغانستان به خاطر این سوال میکنم که در افغانستان زیاد شاورد را که ما میبینیم یا مردای خانه بسیار خشن هستن، اولاد لط میکنن، زن لط میکنن، بسیار توهین میکنن هرچی که دادانشان آمد میگن بر خانمای خود. شاور شما چه رقم بود؟ شاور مرا خداوند ببخشه، خداوند کتش خوبی کند، من پیشش راضی استم، خدا و رسول های پیشش راضی باشه. همیشه همین دوارم برش میکنم. بسیار آدم مهربان بود، تو فکر نمیکنیم که ما تا خانم از این باشم و شاور باشم، فقط به بین خود یک دوست بار بودیم. زیاد زندگی خوب، بخاطر اونمو که آدم خوب بود، ای پیش روزیستم، اون از امو خاطر هم مشیشتیم، بخاطر بسیار آدم، تنهایی رو من نمیگم، این خسته کچم میشناسم، این کلگیش بسیار انسان خوب بود، کلگی میگن کمی هر کس را که بوی میگن، یک آدم بود که هیچ اولاد خدا خوار زار نمیمان. این همی حالا شب و روز دید اصلی، شما باور میکنه روزه در دا دانم است که این روز هم اولاده ایم گیان میکرد که برو مادر بر ما میمیده بیدیم. اما پدرشان که میبود مخ به ایالت نمیرسته بلی اولاده ایم. وقتی که مریض میشه بسیار سر من سختی میگه، بسیار زیاد. که چرا که پدر خودش هر مشکل زندگی حل میکنه، یک مادر در جان تنوشتی کنه. هیچیست کدا نمیتونه، هیچیست. باز این اولاده ایم چهار ساله بود. این هفت ساله بود پدرشان که از این وقت بطر از سر کلشان یک قسم یک شو کامندگی هم هست که به درس و به جزوات زیاد زینشان ایلا نمیشن سر از یا که زیاد پدرشان و سرشان میربان بود و زیاد یارا دوز داشت یا هم پدر خود دوز داشتن بعد از این وقت تو به درس و جزوات زینشان سه ایلا نمیشن به خاطر از یاد که یک قسم یاد تکان خورده هستن که نمه خودم که شب سرم که بیمارم خواه میشم هم صدای چی باش که در گوشم میه هیچ چند دفعه پیش دکتر اصاب رفتیم که دوی کردیم که از این مشکل من خلاش هم اید نمیشه نه بس من دکتر مستم این نمی خانه که یک مرد نماشده این مشکلات زندگی نمی از این خانه از کی از کرامیتین چه رقم؟ این خانه چیست کرایی مسته مای 3000 کرا میدم که تا او بد خوش دکن مای 4000 میشه و تو وقت میشه که دو مام کرا میمانه سه مام میمانه تا که از یک جای خب مای 4000 کرا میتین دیگه خرچ خوراک هم از کجا میکنین؟ این امیره گفتم یگان نفره که انتو ثواب میشه پیدا میشه که برم کمک میکنه دیگه این قسم که پیش از او یک دکان همین اکرامه شد که داده بودن امرو بند کرده بودم ماهی 3000-4000 میگرفتم امرو هم کم کم گرفتیم در خانه مصرف کردیم خرج کردیم از او پیسه از ما هم دیگه نمانده مقصد در امروز زندگی است دیگه خداوند یک چیز برابر میکنه تیر میشه که اینمی من امی کلا چیز هم یک طرف اینمی که برای من جور شد اینمی کلا چیز هم زیاد مشکل کلان ما که اینمی است خوب شد رمضان تان چطور تیر شد حال رفت؟ رمضان دیگه تیر شد مقصد که خداوند یک روزی رو میدن یک رقم تیر شد حالا افغانستان برخوابتن معلوم از کل دنیا بیکار شده کل مردم کل لگی نمی بیکاری و نمی مشکلات در خانه کل لگی است باز خانه که بی مرد باشه بسیار سخت است جا خانوادهایی که مرد دارن مشکل دارن شرایط قسم آمده که یک تعداد مردان آمد شدن راست میگی وقت طرف خانه میان سرشان خم از شانایشان خمیده و ایران میمانند طرف خانم خود اولاد خود چه رقم ببینن خداوند کلگی را کمک بکنه وقتی که شورت از دست دادی باز خسرت ایورت خوشوی تینا حتما بودن چی کردن با شما خسرم خود طرف قندوز خانابات است خوشی من خدا بخشه فوت کده پیشن شورم دیگه ایورم هم است ایورایم است دیگه از امروز پنج بچه خود که بر آمده
دیگه تو دیگه من دروغ نمیگم که بخاطر که برای تو لگی دیگه کچه معلوم هست اینجا من زندگی کردیم دیگه ای تو یک دفعه خبر نگرفت تو کده نواسای ما چی میگم از امی روز پنجمه که شوهرت دفن شد تا امروز دیگه خسر خیلیت نامده اتا عینه تو باور میکنی که برش یعنی به خاطر کارای شوهرم شهیدش گشتیم اونم اسنادا کل چیزا قید کرده بود بر ما نمیداد اون ایرا میخواست بیانی تو بیا که من زندگی کنم اما خود در زندگیش هم که بود بچهش راضی نبود کنم که تزو در خانه بشید خسارت خسار ما راضی نبود جدا بودیم میخواست بری شما کندوز برین آه کندوز برم من که تزو در یک جای بشید در یک خانه از خاطر هم باز من قبول نکردم اسنادا را قید کردم نمیدم بسیار دکت این چهار اولادم رفتم بسیار به مشکل اسنادا را پیشیدم دیگه تا بالا قید من رفتم من حتی یک پرسان نمیگنم چه یک سر شملا بود این دخترم روی کرده بود که مرداری شد سه چهار روز موبایل خدا گل کردم من که از من قیسه کنم چیز نخواهم قیسه چی نخواهم؟ یعنی به خاطر مریضی ازی یعنی نباید که خسارت خسار ما حالا در کندوز شما از شوهر زمین خانه چیز نیست؟ نه چیز نیست از زمین خانه هر چیز هم که بوده از امو خسار ما پدرش کل شدم وقت سودا کرد نه چیز نیست مطبیش از اون خدا وقت پدر خودم زنده بود یک سال میشه فوت کرده خداوند یگان خرج خانه میگان چیز به پدرم میکرد یه میجاره و فوت کرد پدرم یک سال میشه نگم من به خاطر نمی ماشارا می تکوت از یگان جز زیاد نمی قرض می کنم به مریضی ازی به چی دهی نمی امید هستم که شاید خواد یک روز خدا می ربان شد که ماشارا می تک قرضای مردم اکل چیز خلاص کن این خود با میشه تکس کبر دارم بسیار شدید مریض هستم دیگه نمی تشویش جگر خونی عرق هم انسان باشه خراب می کنم امید از طرف خانه پدرتم نیست و از طرف خانه خسارت خوب پنجم خانه پدرم بدرم کلش بیکار هستم دمی کابل زندگی میکنن دمی کابل زندگی میکنن دیگه حالا برای خودت اونا کلشان دیگه نفرهای بودن که سابقه کار بودن کلشان خودشان در روز زندگی خود ایران هستن که چی بشه چرا؟ گریه میکنن؟ به غرز نداره بچه نه بچه خرا غرز نداره خود خود چی میکنن؟ میگه میزنه؟ نه نه او غرز نه نمیزنه؟ دکتر کنم نمیزنه؟ نه 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 برو دقیقه روی اولی میری برو بیری برای بچه جان برو روی اولی برای کی؟ او؟ کدامش؟ یه هم دادت شست خواه نیتره غرز نداره چوب دیگه چوب آرام آرام نیم خیالش که زیاد دکتر هست زیاد بهش دکتر رفته میترسه میره یک دقیقه بیرون میره خوب است لباس سفید هم ندارن چرا؟ لباس سفید هم گفتم ندارن ایمان مچین تو طرف برو خوب تو دو طرف برو مالم نشی بگی خب چرا؟ امرای ازو بچه تسوام؟ نه بچه همسایی ماست خب اونه را نه نه بشی دیگه خب کوثر حالا برای ما میگه چی کار میکنی امرای مادرت؟ کار خانه خو یک جارو کدن است و یک ظرف شستن است بازده کاسر هم بلد هستی؟ چی میتونی پخته کنی؟ شوروا میتونی؟ شوروای کله؟ خیلی چی دیگه خوب وقت شوروا میکنی ها؟ پاچه را خو میتونی پخته کنی؟ نه نه بیچاره قرمه که جمعه شروع کده خب شروع کده کاره برو حالا کته کته زنا سه یاد ندارن دیو کاسه کدن کل کارشون از اون بیرون است میگه از بیرون اینی چیز بیار بخوریم اینی چیز بیار بخوریم خودت کالم شروع کردی صنف چند هستی گفتی؟ صنف پنج صنف پنج آفرین وقت بخیر مکتب خلاص کنی میخوای چی کاره باشی؟ میخوای وکیل شوی وکیل شوی وکیل بیا خدا میره بانست که یک روز وکیل شوی بخیر
سه تا بچه دارین شما؟ نه، دو دانه. دو بچه دارین؟ دو بچه دو. بخیر، چند سال بعد بچه های جوان شوه کار کنه، هر کدام از او برات یک ستون است. بچه هایتون بخیر جوان شوه. این کوثر جان انشالله که دخترها خصوصت قد میکشن، دو سال بعد ببید سر جدهی دروازه جای نشن. سمت چند یادم رفت؟ من بیخی دیگه یاد. سمت پنج. حداقل 7 سال دیگه مانده که مکتب خلاص کنی. من استی کده نمیدانم زیاده میشه خست که مرم مادرم در کورسان بانه. در کورسان بانه؟ چند کورسان بخانم چند دیگه و بسیار یه تو رستی کده برشان نمیدانم دیگه. خدا میربان است که یک روز شه امید که حال مردم به من کمک میکنه، امید در اولادای من خدا یک جای برسانه که به مردم کمک کنه. بسیار یک زندگی خوش آرام داشتم، بسیار زندگیم خوب بود. نزیه تو در دنیا تو خبر نبودم که در دنیا چی گپ از این جگرخونی و تشویش چی است. اما این مرگ و این جگرخونی که میای اگر بیخی تو میگفتم مرا این چیز تو در دنیا نیست که مرا بشکنان، اما این مرگ هست یک بهترین دوست آدم که از پیش آدم میرد. اگر بسیار سخت است، زیاد آدم خراب میکنم، بسیار زیاد. خداوند خودش در یک حال است. خب اگر یک کار شود که بر شما کمک شود، ماهانه یک 8000 افغانی بستان میکنه انشاءالله. 8000 اینا از من گرای خانه هم است، این خرج مصرف هم است. خدا میربان است، من خودش میفهمم که چی شده چی نشده. مگرم کرای خانه تا گفته چند است؟ کتمی او برق کلش چهار است. خب برق خب قدر نمیه، بسیار به ما 1200 دو مابات که می 1200 و میه او هم همه قدر میه، کلش 500 نمیشه. و کرا خودش چند است؟ کرا 3 است. خب نظر به این خانه کرا زیاد نیست فکر میکنی؟ یک دالیز و یک اتاق است. آزم و 3000 دیگه این همسایه می دادم ببینم اینا دیگه بسیار 5000 میگم دعوا کردن که بیچاره نداره از کجا بدن. ایره 5000 دیگه 4000 3000 نمیگه کسی؟ او هم باز این وقت چیز طالب ها دیگه کامد با من اینجا دیگه از وسط تاوان هم نشد دیگه، مجبور شدم. بسیار این خانه خراب بود، این هم خودم یه ذره دست دادیم پاک کردیم. خب قدر شده توکل به خدا. در ماه 8600 بر شما تلاش میکنیم که بتی ماه 8600 که حدوداً شما خود 3000 شکل یک طرف بانین، 3600 شکل 5000 و چند روپی دیگه میمانن. ادقل همه قدر خود میشه که خرچ و خوراکتان شوه و این دختر رو با مکتب روان کنیم. مکتب خود میره انشالا؟ کورس هم بره. کورس چی دوست داری بخونی کوسه جان؟ انگلیسی. انگلیسی در اینجا هست نزدیک؟ بله. اینجا کورس انگلیسی از این کچه ما هست. بسیار خوب. نموشه بخواه این این دختره که من که نمیتاده می نمیشه زیاد دیگه این این میبینی بازی یک ذره که دوا و چیز شوه عرشه میرم. یک کار دگام میکنیم این تیر شوه بخیر. یک روز یک دکتر مربوط دکتر روانی میشه. روانی میشه. خب دکترای روانی است در افغانستان، کوشش میکنیم که لایق‌ترین دکتر را پیدا کنیم. یک روز خودتان باشی، مام باشم، این دخترک تا میگیریم میبریم. یک دفعه مشوره شان میگیریم که اگر تلاش شوه، مصرف شوه، نتیجه میته یا نی؟ آه باز از این حالت داشت که در ذره خوب میشه. خیلی از ما و خودت کرد دکتر جتر میفهمم. اینال چیزی که دکتر مشوره داد اما کار میکنیم. اگر گفت که بهتر میشه، هر قدر مصرف شوه موضوع پولش نیست. کسانی هستن که کمک میکنن، من میگم برشان اونا پول روان بکنن و سرش مصرف شوه. اگر نه که خدای نخواسته بگویه که نتیجه از این بیشتر خوب نمیشه، باز وقت خود تلف کردن یا پیسه مصرف کردن کار درست نیست. نه
باز در این فکر باید باشین که خودتان وقت پیدا کنین و به خاطر نگهداریش. حالی رقم نیست که تنها شما اینمطور یک مشکل را دارین در خانه خود. من او روز رفتم خانه یک خانم برنامه داشتم، فکر کنم از بغلان بودن. مادر خانه که طفل خردم داره، دختر جوانم داره، یک پایش قطع است، یک پای دیگه اینمی زانو نداره، استخوان زانویش هم نیست. وزنش هم نام خدا زیاد، فقط سرچپرکت ششته و اونم یک پایش کاملا ساختگی است. فقط میلخشانه خود هر طرف میره. خداوند از او حالت نگاه بکنه، اما دختره خودت نام خدا نسبت به او که میبینیم بسیار خوب است. ما به خانه دیگه رفتیم، مادر سه بچه جوان داره، یکیش 21 ساله، 20 ساله، 18 ساله. هر سه بچهش نابینا است. لباسش خودش در جانش میکنه، به خاطر که میگه چپه و راسته میپوشه، حمام خودش میبرش، تمام گپایش در گردن از اوست. اینم قسم به خانه دیگه فامیل رفتیم که شوهرش حساب خراب است. نیمای شب میخیزه، اولادارم از خواب میخیزانه، خانمم از خواب میخیزانه، لطو کوبم میکنه. این نسبت به او تو نیست که تنها خودت گرفتار یک مشکل هستی. ایره باید از خداوند شکرگزار باشیم در هر حالتش که از بد بترش توبه، از بد بترش خداوند نگاه ما بکنه. تلاش خود ما و شما میکنیم، اگر نتیجه داد خوب، اگر نداد بازم تلاش بکنین که نگهداریش خوب شود. عزیزان گرامی، شما اگر میخواین که خانواده کوثر جانه حمایت مالی بکنین، سپانسر شوین، ماه 100 دلار. ماه 100 دلار. اگر کم زیادتر شوه خوب، دوگام خوب، اما 100 دلار هر کس که سپانسر میشه این خانواده را بیشتر از یک سال و دو سال البته. اینمی دیگه صدقه جاری است. این دخترک مکتب میخونه، تحصیل میکنه، بچه کاش هم جوان میشه. یک روز تا که زنده است اینا دعاگوی شما میباشن. این خانواده خدای نخواسته از جمع خانواده هایی نیست که پشت نانوایا استاد شوند نان جمع کنن و یا طفلکایشان برن خیر جمع بکنن. نه خیر. شماره تماسشان هم پیدا کردم، کسی گفت که مستحق است. اینه بالاخره یافتیمشان. این خانواده به خیرات ضرورت نداره. این خانواده به کمک ضرورت داره. فرق بین کمک و خیرات زیاد است. اگر شما میخواین کمکشان بکنین، از طریق اینستاگرام، صفحه اینستاگرام ما، از طریق یوتیوب هم پیدا کرده میتونین پیام بکنین. هر کس زودتر پیام کرد، من این خانواده رو تسلیم از اون میکنم. کسان رو دیدیم که برنامه شب نشر میشه، از صبح بر ما پیام میکنه، میگه من این خانواده رو میخواییم سپانسر شم. خبر نداره وقت برنامه ما نشر میشه، باور بکنین که 10 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد 10 نفر پیام میکنه، میگه ما میخواییم سپانسر شم. شما از جمع کسان باشین که زودتر اقدام بکنین، زودتر تصمیم بگیرین و پیام بفرستین تا من این خانواده را تسلیم شما بکنم. این دخترک نامش چیست؟ تبسم. تبسم. و کوثر میگه که در رمضان چند دفعه گوشت خوردین؟ حساب نگفتی؟ یعنی یک قضیات خوردین؟ نه یک قضیات خوردین، شاید یک دفعه خورده باشین. میوه چند دفعه خوردین؟ ایز نخوردین. نه راست بگو. روزه گرفتی؟ چند روزه؟ امروز هم روزه هستیم، همه یکم سفید بریدی. تشریف هم نخسته. خب، ما این حال یک ذره پیسان برتان آوردیم، 10,000 افغانی آوردیم برتان. این میره بگیرین بخیر. چی میخوایی بخرم مادرت برات؟ تداوی نه، این دیگه موضوع تداوی نیست، تداوی بعد از این شروع میشه. من ایش کالا ایچ از مهم نیست، تداوی من بیدارم مسئول پچه، من ایش خیره، من ایش کالا من نخواهیم خیره، من که کالای خانه دید میگردم، میخواییم بیدارم چه چه و پچه و چه چه و مو بگیر، من در کسی خودم نیستم. آفرین. میخواییم خوارم پچه. Thank you.
شما اگه حساب کنیم شکر زنده باشی. چند؟ این ده هزار است. ده هزار شما بگیرین امروز به خیر اقدام کنین، برین یک ذره لباس بگیرین برای اولادکایتان، به خاطر که روزی اینا خوش باشن و اگر قسمت باشه روزی باز میمم تو یک برنامه میسازیم و میبینیم که مثلا وضع اولادان تغییر کرده باشن، یک ذره میوه خشک و کلچه و گپا بخرین برای اولادا، یک ذره گوشت بخرین که دیگه بعد از این پیسه را خرج کنین. انشالله که دمی چند روز تلاش میکنیم کس شما را حمایت میکنم ماهانه. این شماره تلفن از خودت است؟ از خودم است. شما واتساپ چیز نداریم؟ نه ندارم. خب داشتیم تلفن میده شده. خب یک رای حل بر از وان پیدا بکنین. اگر میده شده جورش کنین، دمی شماره یک واتساپ هم جور کنین. من شماره تانم میتونم بر کسی که شما سپانسر میشه از خارج، خودشان براتان زنگ میزنه، خودش از شما تذکره میخواه، پیسه روان میکنه، باز پس نمبرشان میگه براتان که برین پیسه تانه بگیرین. دیگه کار ما اینمیجا خلاص میشه، مگر اولگیر شما من میباشم. اولگیر به این مانا که شما با ما وعده بکنین چند کار میکنین. یکی اولادا از مکتب دور نمانن. آخرین تلاش از شکمم کده درس اولادا هست. اما از درس هم که مهمتر تربیشان است که مربوط شما بیشتر میشه، تعلیم و تربیشان و سر وضع خانواده تان، سر وضع خانه تان. نام خدا خوب است، دوگام خوبتر بسازین، زیادتر برسین به سر وضع اولادا، نظافتشان، خانه تان، اینی گفا. هرچند دخترکتان کوثر جان است و بچه کایت سر وضع خانه همه چیز درست است، میگن که جنده باشی گنده نباشی. زیاد فامیلا من میرم میبینم با وجود که فرششان نواز، کمپلشان نواز، دوشکشان نواز، اما ببینی که یک سلیقه وجود نداره، یک پاکی وجود نداره در خانواده. فقط اونا منتظر از این هستن، فکر میکنن که نمی آبم به پیسه است که برن یک چیز را بشویند. یا مثلا نمی تفلک هایی را که من در شهر و بازار میبینم دست خود دراز میکنن، شما دوستام دیدین دست خود دراز میکنن خیر بده چرا خوردی؟ حداقل که پیسه میخواین به خاطر نان خوردن امی او خب مفت است، یک بمبو ما سمیری خود میتونن بشوین. اینی موضوعات در نظر نمیگیرن و من شما تقاضا دارم، خواهش دارم که نمی گپار تمام شده نظر بگیرین، اولادا را به تعلیم و تربیت تشویق کنین، سر وضع خانیتان درست باشه و اگر حیوانند خدای نخواسته نباشه ای رقم، ما باز دوباره پس تماس میگیریم که همون کس کمک میکنم، میگیم که کمک خو فایده نکرد، ما به خاطر از این شما را کمک میکنیم که درس و تعلیم و تربیه و سرواز خانیتان تغییر کنه. این وعده را میکنین با ما؟ بله چرا نه، امیره ما میخواهیم گیریم دخترم و تونمون بچیم، یعنی این دو نفر هر دوی از این دیگه یک جایی برسن درس بخن. میرسن صد درصد میرسن نمی هر دوی از این دیگه، حالا یک که... اولاد محی رقم هست، این نمی کل امیدم دیگه سر نمی اولاد هم هست. این نمی کسایی که جایی رسیدن اونا مثل ما و شما و انسان بودن، کوشش کردن، پدر و مادرش کوشش کردن و خودش کوشش کرد. یک موضوع دیگه هم هست، این برات میگفتم این تصمیم هم مگرفتم بودم که بعد از رمضان ما دیگه هیچ چاره ندارم، هیچ اینم یک روی نمی مانده بود که ما برم گرده ایمه بکشم. نه به خدای که به خاطر نمی اولاد داییم که به خاطر نمی تا چه وقت اگر قم مرنج باشم، دیگه نمی تصمیم هم گرفته بودم که نمی کار همه بکنم. خب که خودت تصمیم گرفته بودی، خداوند خودش نخواسته، اینم ما را وسیله ساخته. بگذارین هیچ هیچ و گپار یاد نکنین پیش اولادایتون، اصلا این گپار یاد نکنین که باز مورالشان ضعیف میشه، فقط خوش باشین. اینی راسته ای پیسه بیبیاجی افیزه والده سی جاوید است که از کانادا روان کرده، بر از اونا فقط دعا کنیم. آقا خیر ببینن زنده باشین، خداوند زیاد بتشانه، بگه خدا قدر ای پیششان روزی باشه، خداوند روزه و نمازشان قبول کنه. خداوند خیر بده شما را هم و از شما بینندگان عزیز یک عالم تشکر که بیننده برنامه حکایت زندگی از HTV بودیم. خداوند را شکرگزار هستیم که شما را وسیله ساخت و ما هم
یک کم وسیله شدیم تا امروز آمدیم از وضعیت زندگی یک خانواده دیگه خود با خبر شدیم و تانستیم از فقر و بیچارگی این خانواده را همچنان نجات بدیم و ای که تصمیم داشتن گردی خود سودا بکنن خویی هم گپ نادرست است، مگر خوشا به حال اینا و خوشا به حال کسانی که میتونن کمکشان بکنن. پایان برنامه حکایت زندگی برای امروز بود. تا برنامه بعد هر کدامتان را به خداوند منان امانت میکنیم.